سلام آرشین جان. سلام، چطوری؟ خوبی؟ مرسی، خیلی ممنون. ما حالا اون سری پیشم که خواستم به چیزی بگم که وقت نشد میخواستی بری، من اول راجبه این موضوع سوال ازت بکنم، نظرتو بدونم، بعد یه سوال دیگه هم دارم که یه ذره بی ربط. اینکه تو قبول داری که کلن بحث ادیان و اینا یه روزی به درد انسان رو میخوردن؟ تو مثلا حالت فرگشتی بهش نگاه میکنی یا نه؟ بله، البته به طور اصلا تمدن نمیتونست به وجود بیاد اگه دین به وجود نمیومد. اصلا چاره ای وجود نداشت، یعنی هر جامعه را همه هر اگه تمدن رو 1,000,000 بار ببری ریوایند بکنی، دوباره پلی بکنی، یه چیزایش هم تغییر بدی، ممکنه یه دینای دیگه به وجود میومد، ولی دین به وجود میومد. آره، مثلا اینکه مثلا میگن الان اگه چند تا نوزاد که به وجود به دنیا میان و مثلا بذاری توی جزیره دیگه که هیچ اطلاعاتی ندارن که مثلا تو دنیا چه خبره، میگن اگه چون 1,500,000 سال دیگه بری به نسل اینا سر بزنی، یه سری دین به وجود آوردن برای خودشون. درسته دیگه، حضیه درسته، ببین، ولی میشه گفتش که اگه میشد بدون دین بهتر بود، ولی چاره ای نیست که با دین باید میشد. خب میدونی، یعنی نمیشه، خیلی سخته که بشه تعیین کرد که آیا کاربرد داشته یا نداشته. خب یعنی مثلا ببین، ما بالاخره یک حیوانیم که یک سری مغزمون یه نقصایی داره از برای زندگی مدرن، یعنی ما چاره ای نداریم. مثلا اینکه بگیم که ببین این سوال، مثلا اینه که ببین انسان مغزش طوری طراحی شده که تو جامعه یک مثلا دنبال رو باشه، فقط درصد خیلی کمشون بیان عقاید نوین بدن، مثلا یک میوتیشن باشن که اگه مثلا، حالا موضوع اینه که ببین مثلا این میمونه که ما بگیم که آیا خوب بود که گرگ آهو رو اگه شکار میکرد میتونست بدون زجر بکشتش؟ آیا این بهتر نبود؟ آره خب بهتر بود، ولی خب یعنی خب این چه انتظاریه؟ شدنی نیست. خب یعنی ما انسان هم به عنوان یک حیوان یک سری رفتاری رو انجام میده که ما میتونیم بیایم اگه به طور منطقی قضاوت بکنیم، میگیم که خب چرا جنگ هست، چرا فلان، چرا دین هست، چرا فلان هست، ولی خب این اکثر این رفتارهایی که انجام میشه دقیقا همون رفتاری هست که قابل انتظار از یک مغز انسان هست. نیازم چه؟ یعنی همون جوری که ما از یک گرگ انتظار داریم که رفتاری رو بکنه که یک گرگ میکنه بر اساس جوری که مغزش طراحی شده، دین و جنگ و قبیله گرایی و یک سری چیزهایی رو که ما میتونیم مثلا بیام قضاوت بکنیم که اگه نبود مثلا میتونستیم خوشحالی انسانو ببریم بالاتر. خب برای بقای انسان توی طبیعت یک مغزش جوری طراحی شده که اینا هست، اینا رو نمیتونی از مغزش خارج بکنی. خب یه چیز دیگه هم که ما باید حواسمون باشه اینه که ببینیم به طور کاربرد توی تکامل انسان، اکثر کسایی که بی خدا شدن، اکثر کسایی که اول بی خدا شدن، نه کسایی که مثلا بعدن بیان عضو بی یعنی دنبال روی بقیه بی خدا میشن، اینا اونا کسایی هستن که مثلا به نظر ممکنه مغزشون طوری طراحی شده باشه که دنبال رو نباشن، برای اینکه دنبال رو نبودن درصد کمی از جامعه به نفع اون جامعه است. ببین همونجوری که تو طبیعت میوتیشن به جهش ژن توی طبیعت یه مقدار درصد خیلی کمی وجود داشته باشه برای تکامل یک حیوان لازمه. خب مغز انسان هم طوری طراحی شده که اکثرمون دنبال رو باشیم، برای اینکه اگه همه مثل ما دنبال رو نباشن، این دنبال روی نبودن یک جامعه باعث میشه که یک جامعه اصلا بشکنه، مثل یک سرطان توی حیوان. یعنی این دنبال روی یک برای جامعه لازمه. خب ولی یه درصد کمی کسایی هم که میان با خودشون فکر میکنن و خودشون بدون که ببینن جامعه چی داره میگه، خودشون تعیین میکنن که چی خوبه چی خوب نیست و یه عقاید جدیدی رو میدن، خیلی موقع هم عقاید بد جدیدی رو میدن که اگه اینا زیاد بودن باعث یک شکستن جامعه میشد. این یک درصد خیلی کمیش هم برای رشد جامعه لازمه و ما به عنوان کسایی که مثلا دنبال رو نیستیم، نقشمون تو جامعه همون نقش جهش هست توی موجودات زنده. آره دقیقا متوجهم. یعنی اگه که چنین چیزی ما حالت دنبال رو نداشتیم، تهدید اصلا شاید مثل بقامون حساب میشد دیگه، ممکنه بقامون رو تهدید کنه دیگه. من آره. درست میگم؟
درسته، برای اینکه ببینید خیلی از حیوانات دیگه مثل که حتی جامعه گرا هم هستن، خب به اندازه ما دنبال روی قبیلهشون رو نیستن، خب و خیلی به نظر میرسه که این باعث برتری این حیوانات از ما است، برای اینکه خودشون دارن. الان یه آزمایشی هست، من میتونم یه روزی براتون توضیح بدم که مثلا فرق بچهای شیمپانزی با بچهای انسان تو دنبال روی مثلا چیه. خب خیلی به نظر میرسه که یعنی چی؟ پس معنیش اینه که بچهای انسان کورکورانه دارن دنبال میکنن کاری که دانشمند میکنه، ولی بچهای مثلا شیمپانزی به طور مستقل دارن تعیین میکنن که چه روشی درسته چه. خب پس این معنیش اینه که اونا برترن، در صورتی که نه، این برای رشد درسته که برای بهره یک شخص کورکورانه دنبال نکردن و تعیینی که چی به نفعشه چی به نفعش نیست ممکنه به نفع یک به نفع یک شخص باشه، ولی برای بقای یک جامعه دنبال روی کورکورانه برای بقای جامعه یک کاربرد خاص خودشو داشته. حالا اینو اگه ما بتونیم مثلا با این حرفایی که میگم من کاملا به نظرم درسته، اگه بتونیم چیزی یه توافقی حتی به خود دیندار راجع اخلاق داشته باشیم، به نظر من خیلی راحت میشه ثابت کرد که خیلی خیلی قبل از به وجود اومدن پیدایش دین اخلاق تو انسان ها وجود داشت. یعنی حتی اونایی که چند صد هزار سال قبل از دین که دینی اصلا به وجود بیاد، آینی به وجود بیاد، یه اخلاقیاتی داشتن، مثلا به هم دیگه کمک میکردن، شاید حتی اگه خیلی نیاز نداشتن. اینو اگه خیلی راحت میشه ثابت کرد، این بخشش رو راحت قبول نمیکنم فکر کنم. آره این خیلی واضحه که این بوده، ولی یه اتفاقی که افتاد مخصوصا دینای ابراهیمی و دینهای دیگه با استفاده از دین یک سری اصول اخلاقی رو تونستن انقدر محکمش بکنن. برای اینکه ببینید توی الان مثلا ما ارتش و پلیس و اینا داریم، میشه خیلی راحت تر میشه یک سری مثلا کدهای اخلاقی رو یک مثلا جامعه خیلی بزرگی یعنی نگه داشت، نمیدونم چجوری بگم، ولی دین اون کاربردش داشت این بود که مثلا یک جامعه خیلی بزرگی رو ما اگه بخوایم چجوری مجبور بکنیم. ببینید شما مثلا قبل از دینای ابراهیمی بالاخره حکومت‌هایی بودن که با ارتششون و با هر چی که داشتن یه سری اصول اخلاقی رو مجبور می‌کردن مردم رعایت بکنن، خب چه بخوان چه نخوان. خب ولی خب این یک به طور خیلی اتوماتیک به دین‌ها وقتی تکامل پیدا کردن به این نتیجه رسیدن که میتونن مردم رو بکنن پلیس خودشون و یه مقدار صرفه‌جویی بکنن از این که خود مجبور بشه. یعنی یه کاربرد خیلی بالایی داشت. اگر کاربردش بالا بود برای حکومت‌ها که هیچ کسی لازم نبود بیاد تصمیم بگیره یک همچین تکاملی توی دین پیدا انجام بشه، یعنی خودش به خودی خود حتما اتفاق می‌افتاد به خاطر کاربرد خیلی بالایی که داشت. دقیقا. و حالا من خواستم یه سوال دیگه هم بپرسم، اگه فکر می‌کنید الان بپرسم یا این بحثشون رفتی نه، اگه می‌خوای بعداً من می‌تونم بیام. بعدم بیا برای اینکه خیلی منتظرن رابین و امیر و حمید و بعدش هم داریم. من اینجا میمونم هر موقع که بچه رو گفتن خودت دوباره منو بیار که دوباره سوال همون برسیم. باش باش. مرسی. مرسی خدا.